سلام، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. توی این ویدیو میخوام از چک و نحوه نوشتن چک، گرفتن دست چک از بانک و شرایط چک توی کانادا براتون بگم. پس قبل از شروع لطفاً لایک و سابسکرایب کردن یادتون نره. بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. تصویری که میبینین یه نمونه از چک شخصی بانکی توی کانادا است که این تصویر مال چک بانک RBC هستش، یا همون رویال بانک آف کانادا. بالا سمت چپ چک همونجوری که میبینین اسم شخص نوشته میشه، چاپ میشه. اگر شما دست چک بگیرید اسم شما اون بالا چاپ میشه. پایین تر از اسمتون آدرس هست، آدرس شخصی شما توش میخوره. البته معمولا اگر شما نخواین میتونه ایمیلتون اونجا بخوره، یا اگر بیزنس باشید آدرس بیزنستون اونجا میخوره. یه راه ارتباطی با شما روی چک باید چاپ بشه، میتونه ایمیلتون باشه. اونور توی بخش چک نامبر که میبینید شماره برگه های چکه که شما موقعی که دارین دست چک و سفارش میدین میتونین انتخاب کنید که اولین برگه چکتون از چه شماره ای شروع بشه و برگه های بعدی ادامه پیدا میکنه عددهای بعدی اون شماره. انتخاب این که چه شماره ای باشه با شماست. اگر هم انتخاب نکنید از یک شروع میشه میره به بالا. تو اون قسمتی که نوشته دیت باید تاریخ رو به صورت رقم بنویسید. معمولا از چپ به راست سال، ماه، روز مینویسن، ولی به شیوه های آمریکایی و اروپایی هم اگر بنویسید اینا رو جابجا کنید، شیوه های مرسوم، مشکلی برای چک شما به وجود نمیاد و میتونید اینجوری هم بنویسید اگر اون شکلی راحت ترید. ولی چیزی که بیشتر اینجا مرسومه همون از چپ به راست سال، ماه، روزه. احتیاجی هم به نوشتن حروف برای تاریخ چکتون وجود نداره، همون به رقم بنویسید کافیه. اون بخشی که نوشته pay to the order of، شما اسم دریافت کننده چک، اون کسی که دارید براش چک مینویسید و مینویسید، حالا یا شخصه یا شرکته. اینجا خیلی مرسوم نیست که چک حامل صادر کنین شما، معمولاً به اسم شخص یا شرکت صادر کنین خیلی مطمئن تره و مشخصه که برای چه کسی یا چه شرکتی شما این چک رو صادر کردین. ولی اگر بخواین بنویسین حامل، کلمه برر یا کش اگر بنویسید حامل محسوب میشه. اگه چیزای بی ربط هم بنویسید، مثلا بنویسید هپی برثدی یا چیزای جمله های اینجوری هم بنویسید، چک حامل محسوب میشه و دست هر کسی بیفته میتونه اون چک رو پاس کنه. توی اون بخش سفید رنگ جلوی علامت دلار بعد مبلغ چکتون رو به رقم بنویسید و حتما اینو دقت کنید که اگر مثلا میخواید بنویسید 240 دلار و 32 سنت، اون 240 دلارشو بزرگ بنویسید، یه نقطه بذارید و رقم سنت رو کوچیکتر یا یه ذره بالاتر یا کوچیکتر جلوش بنویسید که این باعث نشه بعدن مشکلی برای شما به وجود بیاد یا کل اون رقم سنت هم به عنوان دلار ازتون سوء استفاده بشه و از حسابتون کسر بشه. توی اون خط پایینی هم که پایین pay to the order of هست و جلوش یه سلش $100 نوشته، شما رقم رو به حروف می نویسید، رقم چکتون رو، ولی به این شکل که اگه اون 240 دلار و 32 سنتی که گفتم 240 دلارش رو به حروف می نویسین، 32 سنتش رو بالا سر اون اسلش به صورت رقم هم میتونید بنویسید. اینجوری مطمئنید که عددی که میخواین پاس بشه. اون بخش ممو که دارید میبینید برای خودتونه بیشتر و خیلی استفاده قانونی نداره. توی بعضی موارد ممکنه که نوشتن این بخش توی دادگاه به سود یا ضرر شما تموم بشه، ولی خیلی استفاده قانونی ازش نمیشه. فقط برای اینه که شما یادتون باشه این چک رو برای چی کشیدید. مثلا جلوش می نویسید برای قسط ماشین، برای اجاره خونه. این قسمت برای اینه که برای خودتون یادآوری باشه و برای حسابدارتون بتونین که مشخص تر باشه دیگه، دونه دونه لازم نباشه چک ها رو برای حسابدارتون توضیح بدید، بدونه که این چک برای چی کشیده شده. توی چک های تجاری هم برای راحت تر شدن کار حسابدارتون میتونین توی این بخش ممو GST که توی اون مبلغ پرداخت کردین، عکسی که پرداخت کردین و اون GST رو توی ممو بنویسید که حسابدار کارش سریعتر و راحت تر بشه. GST هم مخفف Goods and Services Tax که میشه
مالیات اجناس و سرویسی که دریافت میکنی. اون بخش عددهای خاصی هم که به شکل خاصی نوشته شده زیر چه، دو تا کارایی داره. یکی این که برای خود بانک، برای اینکه بتونه تشخیص بده که این چک اصله یا تقلبیه، کارایی داره. یکی هم این که این عددها هر کدوم یه عدد خاصی هن برای خودشون. اولین عدد، عدد چک نامبره که همون شماره چک شماست که اون بالا هم نوشته شده، این پایین هم همون عدد نوشته میشه. دومیش ترانزیت نامبره که شماره شعبه بانکیه که توش حساب دارید. مثلا اگر توی RBC شعبه مثلا خیابون یانگ شما حساب دارید، این یه کدی داره که اینجا اون کد نوشته میشه. Financial Institution Number شماره بانک شماست. یعنی هر بانکی برای خودش توی کل کانادا یه شماره‌ای داره. RBC یه شماره‌ای داره، TD یه شماره‌ای داره، CIBC یه شماره‌ای داره. این شماره توی چک همه این بانک‌ها یکیه. یعنی اگر شما از RBC دست چک میگیرید، اگر هر کسی دیگه هم از RBC دست چک بگیره، این بخش شماره یکیه. قسمت آخرم اکانت نامبر شماست، شماره حساب بانکی شماست. و از این بخش دستبندی شماره ها شما میتونید خیلی جا استفاده هم بکنید، جاهایی که از شما اطلاعات حسابتون رو میخوان و میخواین بدین، این شماره ها میتونه کمکتون بکنه. حالا چه شکلی میتونیم چک رو ببریم بانک نقد کنیم؟ برای نقد کردن چک، اولین شرطی که لازمه اینه که تاریخ چک به تاریخ امروز یا یه تاریخی توی گذشته باشه، که این تاریخ نباید قدیمی تر از 6 ماه باشه. تاریخ چک هایی که بیشتر از 6 ماه ازشون گذشته، اون چک به اصطلاح اینجا بیات شده و دیگه نمیتونید از اون چک استفاده کنید و نقدش کنید. برای نقد کردن چک، راحت ترین و دم دستی ترین سیستم نقد کردن توی اکثر بانک ها استفاده از اپلیکیشن خود بانکه. شما با دیپازیت کردن خود چک، با گرفتن یه عکس از رو و پشت چک، خیلی راحت میتونید مبلغ چک رو به حسابتون بخوابونید و احتیاجی به رفتن به بانک ندارید. راه دوم اینه که شما مثلا از یه نفر چک RBC دریافت کردین، حساب بانکی خودتون توی CIBC، میرین توی یکی از شعب CIBC یا ترجیحاً شعبه‌ای که توش حسابتون رو باز کردین. البته این خیلی فرقی نمی‌کنه، ولی ترجیحاً اون شعبه باشه بهتره، یه خورده سریعتر کارتون شاید را بیفته. میرین توی اون بانک، چک رو میدید به تلر و ازتون میخواد که پشت چک رو معمولاً امضا کنین و کارت دبیت کارتتون و کارت بانکیتون رو بکشین توی دستگاه و رمزتون رو بزنین. این کار رو که بکنین، مبلغ چک میاد توی حسابتون. البته اینم بگم، شما وقتی چک رو به حسابتون میخوابونین، بسته به اعتباری که توی بانک دارید و اینکه چند وقت یه بار دارید این چک رو توی حسابتون میذارید، این چک یک باره یا مثلا چک حقوقتونه و معمولا این چک رو میخوابونید، این فرق میکنه قوانینش که اون مبلغ کامل به حسابتون بشینه یا نه بعد از یه تایم مشخصی بیاد به حسابتون. اون مبلغ رو توی حسابتون نشون میده، ولی نمیتونید خرجش کنید تا اون زمان بگذره. این تایمی که طول میکشه این پول به حساب شما واقعا ریخته بشه و شما بتونین ازش استفاده کنین، اصطلاحا بهش میگن کلیر شدن چک. یعنی که بانک این تایم رو احتیاج داره که از حساب مبدأ پول رو برداره و به حساب شما پول رو واریز کنه و مطمئن بشن که این چک معتبره، چک پول توی حسابش هست، همه این اتفاقا بیفته، بعد به حساب شما واریز بشه. این دوره توی بانک‌های داخلی، چک شما اگر از بانک‌های توی کانادا باشه، معمولاً 5 روز کاریه، ولی اگر از خارج از کانادا چک داشته باشید و بخواید نقدش کنید، ممکنه تا 25 روز و بیشتر هم طول بکشه و اگر توی حساب پول نباشه و اتفاقی بیفته، کل این مبلغ از حساب شما حذف میشه. پس مراقب باشید که چه چکی رو دارید به حسابتون میخوابونید و زودتر پی خرج کردنش نرید. راه سوم نقد کردن چک بانکی هم اینه که شما برید ATM و چک رو وارد دستگاه کنید، دیپازیتش کنید توی حسابتون و مراحل بسته به بانک توی خود دستگاه بهتون گفته میشه که چه کارهایی باید انجام بدین. شاید کمتر از 3-4 دقیقه زمان میبره و چک به حسابتون خوابونده میشه. دیگه بقیه ماجرا هم طبق همون چیزایی که قبلتر توضیح دادم براتون، بسته به اعتبار چک و اینکه از چه بانکی توی چه بانکی دارید چک میخوابونید، اون زمانه طول میکشه تا
مبلغ به حسابتون واریز بشه. واقعا آخرین راه و سخت‌ترین راه نقد کردن چکم اینه که شما مثلا حسابتون CIBC از RBC چک گرفتید از کسی، برید RBC و بخواید پول رو نقد دریافت کنید. یه خورده توی این موارد مشکوک باهاتون برخورد میکنن، چون توی این مورد کلاهبرداری‌های زیادی شکل گرفته، چون میرن چک رو نقد میکنن و دیگه راه ارتباطی با شما وجود نداره. شما میرید چکتون رو نقد کنید، ممکنه چند تا سوال ازتون پرسیده بشه، یه خورده معطلتون کنن. معمولا تلرا با این مورد یه خورده مشکوک‌تر از موردهای قبلی که بهتون گفتم برخورد میکنن، ولی میگم بازم اگر عجله دارید که پول نقد دریافت کنید و سریعتر به دستتون برسه، اینم یه راه پاس کردن چکه، میتونید برید بانک مبدا. یه توضیح دیگه هم این که کلن همونجوری که قبلن هم توی ویدیوی قبلی توضیح داده بودم، برای گرفتن دست چک شما کافیه که آنلاین یا حضوری برید بانک. توی ویدیوی باز کردن حساب بانکی اینو کامل توضیح داده بودم، یا آنلاین یا حضوری میرید بانک و درخواست دست چک میکنید. بسته به دست چکی که براتون صادر میشه، یه مبلغی ازتون از حسابتون کسر میشه یا باید پرداخت کنید، دست چک براتون چاپ میشه و میاد دم خونه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که ویدیوها رو برای دوستاتونم به اشتراک بذارین. گروه تلگرامیمونم توی دسکریپشن نوشتم، لطفاً بیاین عضو بشین. ممنون از اینکه با همون هستین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با ما بمونین.